بسم الله الرحمن الرحیم. من مکون به ادام آباد مقدر هستم. الان هم که دارم صحبت میکنم داخل زندان شهید لاجوردی خانواد هستم. اسمم هم رحمان کاظم‌زاده است. دقیقا 6 سال و 2 ماهه که من داخل زندان سنگرم به خاطر 3 کیلو مواد مخدر. 6 سال سعی کردیم توبه کنیم. بالاخره توبه کردیم. خداوند توبه پذیره. ما هم توبه کردیم. یه قدرت خدا بهمون داده که تونستیم 19 جزء خودی از قرآن حفظ کنیم. یه توانی بهمون داد که تونستیم یه قرآن کاملا کتابت کنیم به روش نفس فارسی که تا الان تو ایران رخ نگرفته. خانواده شهید هم هستم. دو نفر هم هستیم. ایشون هم همجور من هستن. ایشون هم خانواده جانباز هستن. ایشون هم قرآن حفظ کردن. الان هم که قرار فردا شب ببرنمون اعدام کنن برای اجراییه. دو اثر داد و انقلاب جاندار هستم. منم بوش داد و انقلاب جاندار میگیم بروز حقی آن آمدی داره کنو علی سفر کردن از درده آمون اوگه یه ایمان کنه بروز خانواده شهده جزا و نوجین یا بود کجا داره من باش دان زمین هست حق مجنازی نبوش رو بچنی جانباز با این نه ایشون هم یکم من بخواد سرشون فردا قرار اعلام کنن یکم نراتی از تاب داره. ایشون هم خانواده جانباز تشریف دارن. خانواده من هم با هم گرفتنمون جنسی هم با هم گرفتنمون بماند کار خدا از مایی دارم. من قسمت خدا میداریم. اما هیچ حرکتی هیچ چیزی دست ما نبودیم. ما هم داریم اما بچه ها دارن 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 هوایی هم دستگیر نکردن اما به هر نحوی گفتن ما رو مطمئن هر چه رفیق میدونی کم بگرم دو ماه بیگناه داریم اینجا ولی خب با اینا کاری نداریم. تونستیم اینجا توبه کنیم به خدا نزدیک بشیم قرآن حفظ کنیم قرآن بنویسیم. حتی من سعی کردم نه به توبه ما نه تمام این دوربینایی که تو این زندان هستن ما داریم زیر این دوربینا زندگی میکنیم. تو این 5 سال نه خلافی مرتکب شدیم. هم میدونم هم نامه قرآن دارم رو پروندم هم نامه حافظ قرآن دارم رو پروندم همه چی رو پرونده طوری هستش که رهبر برای من نامه داده گفته بهش کمک کنید. مراجع تقلید گفتن باید بهش کمک کنید. اگه قانونه به قانون میگه مرجع تقلید یا رهبر موقعی که گفت اعدام حرامه. ما نمیدونیم. نه جنایتکاریم نه خلافیش کشته. الان من بچه دارم. بچه‌م یتیم میشه. مادر پیری دارم. مطمئنن فردا اگه تشریف آوردید میبینید اول قبل از من مادرمو میذارن تو قبر. و کی باعث متلاشی شدن صدا خانواده منم از نظر توبه هم به همون جوری که تو قرآن گفتن ان الله یحب التوابین خود قاضیم رئیس زندانم همه میدونن که ما توبه کردیم و جرمی که من مرتکب شدم که هیچ جرمی مرتکب نشدم حتی یک گرم مواد از من نگرفتن. 48 کیلو حشیش توی ماشین گرفتن گفتن چون برادر خانم تو این ماشینه تو اسکورت بودی اسکورتیه اینجور چیزی 5 سال زیر 5 ساله تو خونه پدری من 700 گرم شیشه در آوردن یعنی از نظر چیز 300 گرم هم زیر 1 کیلوه که اینا میگفتن تا 1 کیلو اعدام. برادر من اومده گفته جنس مال منه قبول نمی کنن. اونا گفتن حشیش مال منه قبول نکردن و همه‌شون رو واگذار کردم به قرآن. اونا گفته نماند. طی این مدتی که ما تعامل هفته کردیم 6 سال و 2 ماه هیچ گونه خلاف داخل زندان نداشتیم. این رئیس زندان میتونی تحقیق کنیم که هیچ گونه خلاف زندان تمرد از کارهایی که اینجا ضوابطش بوده ما نداشتیم. سعی کردیم تا جایی که در توان داشتیم سرمونو بندازیم پایین توبه کنیم و به خدا نزدیک بشیم. حالا فنا بر خدا. الان هم به خدا دل برم. خدا شاید من جانبال دمونه مجرد شما. علی از خدا سال دو ماه زندان هم خود نویچ مذرک و گناه الان عرض میکشم بعد از 6 سال دو ماه میخوان حکم رو اجرا کنم. خانواده شهید هستم. خدا من معلولم هیچ سابقه ای نداشتم تا به حالا توی در بیرون زندان نه تو زندان حافظ قرآنم قرآن رو کتابت کردم توبه هم کردن هیچ مشکلی شکر خدا الان ندارم. به خاطر رضای خدا به ما رحم کنید.